به سوی سیمرغ. اثر شیخ عطار نیشابوری. یاران سیمرغ، در محضر درسشان به سر دانا دریافتیم انسانهایی که در راه رسیدن به حقیقت بلند همت بوده، می توانند با تکیه بر وفاداری و انصاف پیش از آن که در ورطه مرگ و نیستی فرو روند، از حقه امیال دنیوی به سوی معبود خیش بال و پر بگشایند. زیرا وفاداری و انصاف سلطان صفات و همت اصل پرواز می باشد. آنگاه پوپک از وفاداری این چنین قصه آغاز کرد: در یکی از نبردهای خونین که میان مسلمانان و کافران در گرفت، در گیرودار جنگ جنگجوی مسلمان از هم نبرد کافر خود امان خواست تا نماز بگذارد، مهلتش دادند. نماز به درگاه خدای بی‌نیاز گذارد و باز تیغ برکشید و پیکار از سر گرفت. هنوز لحظه ای نگذشته بود که شمشیر زن کافرکیش امان خواست تا سجده به بت برد. مجاهد مسلمان امانش داد. جنگاور بت‌پرست به گوشه‌ای رفت و به پای بت خیش نیایش برد و به خاک زانو زد و بی خود از خیشتن به راز و نیاز در آمد. جنگجوی مسلمان وقتی این حال را دید، بران شد تا از بی خودی هم نبرد خیش بهره برگیرد و به شمشیر گردنش را بیندازد. بدین اندیشه گامی به جلو نهاد و با تیغ آخته پشت سران بت‌پرست ایستاد و تیغ به هوا برد که فرود آورد. ناگهان سروش غیب به ندا در آمد که پیمان گسل، چه می کنی؟ چرا وفا به جا نیاوردی و عهد شکستی؟ مگر خود نه این بود که او به تو مهلت داد تا نماز گذاردی؟ اینک تو چه می کنی؟ امانی را که داده ای ندیده می گیری؟ و به ناجوان مردی برانی که هماورد خود را از پای در آوری؟ بانگ سروش لرزه بر اندام جنگجوی مسلمان انداخت و عرق شرم بر سراپایش نشست. عشق از هر دو چشمش سرازیر شد و نفیر ندبش به گوش جنگاور بت‌پرست رسید. سر از نیایش بت برداشت و به سوی او آمد. کاش
کافرش چون دید گریان مانده ای، تیغش اندر دست و حیران مانده ای، گفت گریان از چه ای برگوی راست، گفت کردند این زمانم باز خواست. بی وفا گفتند از بهر تو هم، این چنین گریان من از قهر تو هم. چون شنود این حال کافر آشکار، نعره ای زد بعد از آن بگریست زار. گفت جباری که با محبوب خیش، از برای دشمن معیوب خیش، از وفاداری کند چندین عتاب، چون کنم من بی وفایی بی حساب. عرضه کن اسلام تا دین آورم، شرک سوزم شرع آیین آورم. سپس پوپک گفت و تو ای مرغ وفادار، بدان که انصاف و وفا را خدا دوست می دارد و برادران یوسف اگر بی وفایی نمی کردند شرم ساری نمی بردند. مرغ وفادار که از سخنان پوپک خرم شده بود به جای خود نشست و دیگری از مرغان به پای خواست و گفت ای هدهد راه نما، آیا می توان در بارگاه سیمرغ به گستاخی سخن گفت؟ پوپک پاسخ داد که به راز دست یافتگان و دل از دست دادگان را این پایه دادند که هرچه خواهند در حضرت سلطان بگویند. اینان دیوانگان عشقند، شور و مستی عشق عنان از کفشان بدر کرده است، مجنون کوی لیلایم، بر سر دار داد اناالحق می زنند، از مرگ نمی گریزند و چهره از خون دل گلگون می سازند. هر کس بدین پای رسد، هرچه گوید و هرچه کند، از راه و روش ظاهر بینان بدور است. بر اینان حرجی نیست که شیفتگان طریقتند و مجنونان راه. آنگاه پوپک قصه خوش سر کرد از آن دیوانه و عمید خراسان که نخستین وزیر سلجوقیان بود. در خراسان بود دولت برمزید، زن که پیدا شد خراسان را امید. صد غلامش بود ترک ماه روی، سرو قامت سیم ساعد مشک موی. هر یکی در گوش دری شب فروز، شب شده از عکس آن در همچو روز. با کمرهای مرصع در میان، هر یکی را نقره خنگی زیر ران. از قضا دیوانه بس گرسنه، ژنده پوشیده پایی برهنه، دید آن خیل غلامان را ز دور، گفت آن کیستند این خیل هور؟ خواجه شهرش جوابی داد راست، که این غلامان عمید شهر ماست. چون شنید این قصان دیوانه زود، اوفتادن در سر شوریده دود. گفت ای دارنده که عرش مجید، بنده پروردن بیاموز از امید. پوپک سپس افسود که در همین معنی قصه آن دیوانی برهنه تن است که روزی گرسنه درمانده از صحرایی می گذشت. آسمان می قرید، صاعقه می زد، طوفان شده بود و به دنبال آن برفی سنگین از آسمان می بارید و هوا سخت سرد شده بود. دیوانه از گرسنگی توان راه رفتن نداشت، از سرما می لرزید و از ریزش قطرات برف و باران به جان آمده بود.
همچنان رنج و درمانده خود را به ویرانه ای رسانید. ناگاه خشتی از بام در هم ریخته ی ویرانه به سرش افتاد. سرش شکست و خون بر پیشانیش دوید. دیوانه سر به سوی آسمان بلند کرد و گفت: خدایا، تو که بهتر از این خشت نمی توانی زد، چرا کوس سلطانی می زنی و خود را بند پرور می خوانی؟ پوپک سپس به شیوایی از دیوانه دیگری سخن گفت که در مصر می زیست. دیوانه مصری به سالی که نان قحط شده بود و مردم مصر پی در پی از گرسنگی می مردند، در میان جمع گرسنگان بود. روزی که مرگ و میر بر اثر کمبود نان بیداد کرده بود، سر به آسمان بلند کرد و گفت: خدایا، تو که نمی توانی بندگان خود را نان دهی، پس کمتر بیافرین که نان به همه برسد و انسان به داس گرسنگی بندگانت درو نشوند. پوپک باز قصه گفت. چند قصه به دنبال هم گفت. هرچه گفت از شوریدگان بود، از دیوانگان بود، از آنها بود که با خدا به گستاخی سخن گفته بودند. و سرانجام به مرغ پرسنده گفت: اگر دیوانه جمال سیمرغ شوی و در راه این عشق سر به شوریدگی و شیدایی برداری، رخصت گستاخی توانی یافت. مرغک که مشکل خود را حل شده دید، بر جای خیش نشست و مرغی دیگر مشکل خود را پیش پوپک آورد. این مرغ از عشق حرف می زد، از رسوایی عشق گفتگو می کرد و از شیفتگی و شیدائی سخن می گفت. می گفت: من تا زنده بودم عاشق بودم، زیبنده عشق سیمرغ منم. منم که در برخیش و بیگانه بسته، از همه پیوند گسسته و سودای عشق گشتم. سر به صحرا زدم و کاری جز عشق ورزیدن و به ملامت عقل خندیدن نداشتم. جان به چه کار آیدم اگر در پای یار نریزم، و دل به چه کار خواهم اگر نثار دل بر نکنم؟ اکنون که کاروان مرغان به سوی کعبه مراد روان است، من سودا زده از اشتیاق می سوزم که هرچه زودتر به بارگاه سیمرغ رسم و سر در پایش اندازم. خدا را ای پوپک رهشناس، آهنگ رفتن کن و از مشکل گویی بپرهیز. پوپک گفته های مرغ شیدا را به آرامی شنید و چون نوبت به دور رسید که پاسخ بگوید، گفت: ای مرغک شیدایی، سخن عشق به لاف و گزاف نتوان گفت و راه نسنجیده به کوه قاف نتوان رسید. ترسم که نسیمی پرده پندارت را از هم بدرد و راز نهانت را بیرون افکند. آنگاه شرم سار شوی که به گزاف گویی نشسته ای و راه ناشناخته گام به ره گذار نهاده ای. شیدا بودن تو سیمرغ را چه سود دهد؟ این تویی که اگر سیمرغ به تو به نظر عنایت بنگرد، رستگار شوی و عمر جاوید یابی. مگر داستان شیخ بزرگ بایزید را نشنیده ای که چون مرد شبی به خوابش دیدند و پرسیدند که نخستین شب گور را چگونه گذراندی؟ و با آن دو فرشته که می پرسند و می جویند و سؤال می کنند که خدای تو کیست، چه گفتی؟ بایزید پاسخ داد: وقتی فرشتگان نزدم آمدند و پرسیدند خدای تو کیست،
گفتم بروید از خدا بپرسید که بایزید چگونه بنده ایست. من اگر خدای یگانه را بپرستم چه سودی برای خدا تواند آورد؟ اما اگر او مرا بنده خود بخواند سودها در میان است که از رفعت آن سر به عرش سایم و زمزمه کروبیان بشنوم. و باز در این باریک سخن داستانی از سلطان محمود غزنوی آوردند که نقص و دلفریب است. و ای مرغ شیدا، آن داستان چنین است. شبی سلطان محمود جامعه شاهی از تن بدر کرد و در شهر غزنه به گردش پرداخت. گزارش به گلخنی افتاد. با خود گفت صاحب این گلخن در سایه چتر شاهی من زندگی می کند. از بزرگی من به دور است که از حالش آگاه نشوم و خانمانش را از نزدیک نبینم. بدین اندیشه وارد گلخن شد. مرد گلخنی با چهره گشاده و سیمایی باز و لبی خندان مقدم سلطان را پذیره شد. ثنا گفت و از آمدنش شکرها به جای آورد. خشکیده نانی داشت، برابر سلطان نهاد و خود به خدمتی ایستاد. سلطان محمود نان خشکیده را خورد و در دل گفت این مرد گلخنی سخت بزرگوار و بخشنده است. اگر این بزرگی را با پوزش خواهی در هم نشکند دل از مهرش نخواهیم برید و سراسر عمر گرامیش خواهیم داشت. و اگر به پوزش نشیند و کبریای درویشی خیش را در هم شکند دیگر رویش را نخواهیم دید و به سویش نخواهیم آمد. سلطان در این اندیشه بود که به ناگاه دریافت دیرگاه است. از جای برخاست که از گلخن بیرون رود. مرد گلخنی گامی به جلو نهاد و گفت سرور من، خانمان مرا دیدی، از سفرم نانی خوردی، من همینم که هستم و خانم همین است که هست. هر وقت خواستی می توانی قدم بر چشم من نهی و به خانم بیایی. سلطان محمود از گفته مرد گلخنی آنچنان شاد شد که هفت بار دیگر به گلخن رفت و بر سر سفره مرد گلخنی نشست. آخرین بار گفت ای مرد گلخنی، من سلطان محمودم، از من چیزی بخواه. مرد پاسخ داد من از تو جز تو چیزی نمیخواهم. در جهان چیزی نیست که به چشم من گرامی تر از مهر تو باشد. اگر با من سر عنایت داری گهگاه به خانم بیا و ایوان مرا به فروغ چهره خیش روشن کن. سخن چون بدین جا رسید پوپک اندکی از گفتن بیاسود. سپس به مرغ شیدا گفت دوست من، شیدایان راستگو چنینند. از معبود جز عنایت نخواهند و از معشوق جز سوز عشق چیزی طلب نکنند. سخن که بدین جا رسید مرغ شیدا سر به زیر افکند و بیان که حرفی بزند یا منقار بجنباند سر خود گرفت و به جای خیش نشست. هنوز مرغ شیدا به جایگاه خود نرسیده بود که از صف مرغان یکی دیگر برخاست. خود را به کنار کرسی شانه به سر رسانید و گفت من مرغ کمال پرستم، میپندارم که به کمال رسیدم و حاصل رنجهای جانکاه خیش را یافتم. از این رو نمیتوانم از جایی که بدان دست یافتم دل برکنم و کوه و صحرا را در نوردم و خود را به دیار سیمرغ برسانم. بر من مگیر و به من اجازه ده که در لانه خود بمانم
و بر تار خود بتنم. از گفته که مرغ پنداری که خود را به کمال رسیده می پنداشت، پوپک را خون به جوش آمد. اما بر خود چیره شد و بر منقار نک برگشته خیش از شکیبایی لگام زد و سپس آرام و بریده در پاسخان مرغ گفت: دریغ و افسوس که گرفتار شیطان طبع پرغرور خود شده ای و در خودپرستی غرق گشته ای. کسانی مانند تو که خود را کمال یافته می پندارند خیال بافانی هستند که از چمنزار معرفت به دور افتادند و گرفتار نفس سرکش شدند. تو هنوز از خود بیرون نیامده ای که به کمال برسی و دریغا که هنوز غرقه پنداری. تا بر سر دیو نفس از عشق زنجیر نزنی و تا خود را فراموش نکنی و همه او نگردی، به کمال نخواهی رسید. هر لحظه که به خود اندیشی از او دور مانده ای و چون چنین است نمیتوان حد تو را به کمال رسیده دانست. پوپکین بگفت و به مرغ پنداری نگریست. دید همچنان در خود فرو رفته و به بال و پر زیبای خیش چشم دوخته است. پوپک برای اینکه فهم سخن آسان شود دست به افسانه سرایی زد و گفت: شیخ ابوبکر نیشابوری با جمعی از سرسپردگان بر خری نشسته از راهی می گذشت. ناگهان خر را بادی در گرفت و صدا در پیچید. شیخ چنان بیتاب شد که موی بکند و جامه برتن درید و شیون برداشت. یکی از همراهان پرسید: این بیتابی چرا می کنی؟ شیخ پاسخ داد که یک لحظه پیش این همه سرسپرده در پس و پیش خود دیدم. سر به غرور برآوردم که با این مقام به پایه بایزید رسیدم و در دنیای جاویدان نیز پایگاهی بس بلند خواهم داشت. در همین لحظه خرچنان کرد که شنیدید، به خود آمدم. دیدم به خیره لاف زدم و سخن به گزاف گفتم که خری چنین پرده پندارم را از هم می درد. پوپک که گرم سخن شده بود قصه دیگر پرداخت که چنین بود: روزی از خدای بی همتا به موسی پیام رسید که از شیطان بپرس چه شده که بدین روز افتاد. روزی که موسی شیطان را دید، به دستور حق این رمز را از او باز پرسید. شیطان گفت: یک روز من گفتم و چنین به چاه بدنامی سرنگون شدم. تو اگر میخواهی به سرنوشت من گرفتار نشوی، من مگو که تو هم مثل من گردی. و باز در داستانها آمده که یکی از پارسایان همیشه میگفت: به خامان و تازه‌کاران اسرار عشق و مستی را مگویید که راه گم می کنند و سر به بیابان می زنند. اینان همان بهتر که اندک اندک به راه آیند و پله پله به کاخ کبریایی برسند، که اگر ره یک سره در نوردند به خود گرفتار شوند. خودبینی و خودپرستی بر آنها چیره گردد و قوقا بردارند که این منم طاووس علیین شده. آنگاه دهن بدرانند و سر به خود کامگی برارند که ما چنین و چنانیم و عرش و فرش هر دو به یک بار زیر پا داریم، به ملکوت اعلا رسیده ایم، ندای فرشته می شنویم. دیگر کسی چون ما نیست. فرشته چیست؟ فرشته خود ماییم. عرش چیست؟ عرش خود فرش ماست. او کیست؟ ما او را به هستی کشانده و بر کرسی نشانده ایم و آن وقت است که این خامان و تازه‌کاران
در پرتگاه کفر سرنگون می شوند و به آتش قهر یزدان فرو می روند. پس همون بهتر که همه اسرار گفته ناید، که ظاهر بینان سخت گمراهند و هرچه به چشمشان آید همان را هست می دانند و آنچه را به چشم خود نبینند نیست می پندارند. از مغز تنها پوست می خواهند و از عشق تنها چهره دوست می طلبند و از دین تنها به ظاهری دل خوش دارند و از آن ریزکاری ها که در عشق سرمدی است روی برتافتند، که این مایه سخت ژرف است و بدین اندک سخن حقش ادا نشود و معنی منظور بر مسند جان ننشیند و پرده از رخسار به یک سو نیفکند. پوپک سپس منقار فرو بست، میخواست که دیگر سخن نگوید و بر آنچه گفته است حرفی نیفزاید، ولی میدید که سخن ناتمام است و مرغ پنداری همچنان بر این سر که کمال یافت و به عزت رسیده، و چون نمیخواست که یکی از همراهانش در اشتباه بماند و راه گم کرده روزگار به سر آرد، باز از قصه مدد گرفت و حکایتی نو آغاز کرد و گفت: پارسایی بود که عمر در پرهیزکاری به سر آورده روز و شب به نماز می ایستاد و سر از سجاده بر نمی گرفت. مردم شهر همه کمربسته درگاهش بودند و از او پیروی می کردند. روزی تنی چند از پیروان به خانه اش رفتند، دیدند سگی در کنارش نشست و دم خود را به دامن مرد پارسا می زند. پارسا از سگ پرهیز نمی کند و به کار خود سرگرم است. سخت به شگفتی فرو شدند. آخر مردی بدین پارسایی و سگ؟ سگ حیوانی است که گفتند باید از آن پرهیز کرد. با خود می گفتند کار مرد پارسا چه معنی می دهد؟ معتقدان مرد پارسا نتوانستند خاموش بنشینند. به صدا در آمدند و هم آواز گفتند: ای بزرگ مردی که بر مسند پارسایی به جلال نشسته ای، سگ حیوانی پلید است، تو مردی پاک دامنی، از این کار بپرهیز و از این پلیدی احتراز کن. پارسا مرد که این گفته ها شنید گفت: ای دوستان یک دل و یک رنگ من، شما از یک نکته بی خبر مانده اید. سگ همچنان که می گویید و درست هم می گویید ظاهری پلید دارد، اما یک چیز را نمی دانید که من هم باطنی پلید دارم. این دو پلیدی در هم گم می شود، زیرا آنچه که او را به ظاهر است مرا در باطن است. درون من همچون بیرون سگ است و این نکته است که به من یارا می دهد تا از این حیوان پلید پرهیز نکنم و او را از خود نرانم. آری ای مرغ پنداری که گمان می کنی به کمال رسیده ای، افسوس که از حقیقت بس دور مانده ای و به معرفت نرسیده ای. سخت در خود غوطه‌ور شده ای که از کعبه سیمرغ به خیره خود را می‌خواهی محروم سازی و به لانه خاشاکی خیش بسازی. با تو چه بگویم که سخت در اشتباهی و نور حقیقت را نمی‌بینی. اینکه تو از کمال دم می‌زنی از این روز که خود کمال را ناشناخته‌ای و ناشناخته از آن سخن می‌گویی. مرغک پنداری من، به خدا چشم باز کن ببین تفاوت ره از کجاست تا به کجا. پوپک همچنان می گفت، لیکن هرچه بیشتر می گفت اثر کمتر می دید. باز به ناچار منقار به قصه گشود و افسانه‌ای به زبان شعر به میان کشید و چنین گفت: عابدی بوده است در عهد کلیم
در عبادت روز و شب بوده مقیم، سره ذوق و گشایش می نیافت، زافتاب سینه تابش می نیافت. داشت ریشی بس بزرگان نیک مرد، گاه گاهی ریش خود را شانه کرد. مرد عابد دید موسی را ز دور، پیش او شد که سپه سالار تور. از برای حق که از حق کن سؤال، تا چرا نزوق دارم من نهال. چون کلیم القصه شد بر کوه تور، باز پرسید این سخن حق گفت دور. کوز درد وصل ما درویش ماند، دائما مشغول ریش خیش ماند. موسی آمد قصه بر گفتش که چیست، ریش خود می کند مرد و می گریست. جبرئیل آمد سوی موسی روان، گفت هم مشغول ریش استان فلان. ریش اگر آراست در تشویش بود، ور همی برکند هم در ریش بود. یک نفس بی او برآوردن خطاست، چه به کج زو باز مانی چه به راست. چو ز ریش خود به روی آیی نخست، عزم تو گردد در این دریا درست. ور تو با این ریش در دریا شوی، هم ز ریش خیش ناپیدا شوی. پوپک که سخن از ریش درازان به میان آورده بود، قصه دلنگیزتر در همین باره به میان آورد و گفت: ابله مردی که ریشی بس دراز داشت، به ناگاه در دریا افتاد و در آب غرق شد. مردی که به ساحل ایستاده بود، او را می دید که میان آب دریا غوطه می خورد و پایین و بالا می رود. هر وقت که مرد ریش دراز به زیر آب می رفت، ریشش به روی آب پهن می شد و سپس به زیر آب رفته از نظر ناپدید می گردید. آن مرد که در ساحل ایستاده بود، این حال را که دید، پنداشت مرد غرق شده توبره‌ای به گردن آویخته است. از کنار دریا فریاد کشید که ای برادر، توبره را از گردنت باز کن، وگرنه خفه می شوی. مغروق که یک دم بالای آب آمده بود، با صدایی گرفته و ناله جگرخراش گفت: ای عزیز، این توبره نیست، ریش من است که باعث مرگ من شده است. آنگاه پوپک گفت: و تو ای مرغ پنداری، به ریشی ظاهری چنین چنگ زده ایوان را سبب کمال خود می دانی. اگر کمال می خواهی، دست از این ریش پلید پندار بردار، آن را برکن و به دور افکن، تا نور حقیقت دلت را تابان سازد. مرغ پنداری از گفته های پوپک پی به اشتباه خود برد و شرم زده به گوشه ای نشست.
Thank you.
به سوی سیمرغ. اثر شیخ عطار نیشابوری.